میگن ما با برجام سایه جنگ رو برداشتیم. دقیقا با برجام سایه جنگ آوردید. من حاضرم مناظره کنم. شما میگه از فصل 7 خارج کردن، اون چی که مردم رو از جای فصل 7 خارج میکنه قدرت نظامیشه. این بلایی که سر لیبی و عراق آوردن نه به خاطر تحت فصل 7 بودن منشور بود، به خاطر این بود که خیالشون راحت شد دیگه نمیتونه کاری کنه. قشنگ گشتن، خیالشون راحت شد، بلایی سرشون آوردن که نفهمیدن کجا خوردن. لیبی بدبخت تمام دار و ندار هسته‌ایشو سر ماجرای لاکربی گذاشت و کشتی داد به آمریکا. چی شد الان؟ عراق که همین معاهده رو گفت مخلصتیم امضا می‌کنه، نفت در برابر غذا، بهش میگن پارادایم خلع سلاح. گفتن که آقا بیاید بگردید. گفتم ما باید بریم همه سوراخ سنباهاتون رو بگردیم ببینیم نظامی چیزی دارید یا ندارید. سلاح کشتار جمعی هانس فیلیکس و اینا رو فرستادن، اومدن گشتن، خیالشون راحت شد، جاسوسی‌هاشون رو کردن. روز اول جنگ ساعت اول دقیق‌ترین جاها رو زدن. نیروگاه‌های برق یوی مردم دارن برق نداره. هنوز که هنوز عراق برق نداره. دیدی چه خبر دیگه؟ بیرتون کشوری همش سیم رو هوا کشیدن. روز دوم جنگ کارخونه شیرخوش که بغداد زد آمریکا. به بچه 6 ماه رحم نکرد. من و توی آدم گنده اگه نون گیرمون نیاد 10 روز برگ درخت میخوریم زنده مونیم. اما بچه 4-5 ماه غذا گیرش نیاد کل خانواده اسیر میشه. اینا خود یزیدن. اینا علی اصغر میزنن. کاری کردن میگن تنها جای ما دیدیم ابو عبدالله مستعسل شده بود بعد ماجرا علی اصغر بود. یه قدم این ور میرفت یه قدم اون طرف می میگه نمیدونست چی کار میخواد بکن. اینا تو یمن روز اول جنگ کارخونه شیرخشک صنعا رو زدن. اینا حرومزادگی نه حرومزادگی خود اینا معنای حرامزادگی همین صهیونیستا مسلط بشن کاری با ما بکنن که با سوریه و عراق و یمن و اینا نکردن.